این حباب، ما یک مفهوم تئوریک داریم در فایننس که اون مفهوم تئوریک اینه که ارزش ذاتی یک سهم چقدره. ارزش ذاتی حاصل یه محاسبه مدله، یعنی یه مدل به ما میگه که این سهم عمدتاً به خاطر جریان نقدی که به همراه داره چند میارزه. معمولاً اونایی که در سهام بازارگردانی میکنن و قیمت ها رو تغییر میدن سعی میکنن که روی این قیمت تئوریک نزدیک کنن. یعنی اگه مدلی که بر اون اساس حساب کردن مثلا قیمت سهم رو 250 تومان برای هر سهم نشون میده، سعی میکنن که قیمت ها رو به سمت 250 هزار تومان هدایت کنن. این کار بازارگردانه، کسی است که موجودی سهام داره، اگه قیمت ها خیلی رفت بالا میفروشه، اگه قیمت ها خیلی پایین اومد میخره که تعادل ایجاد کنه. خب ما یه دوره‌های زیادی اصلا بازارگردان در بورس نداشتیم که حالا خوشبختانه امروز برای بیشتر سهام داریم، ولی حوزه کارشون خیلی بازم گسترده و قوی نیست. ولی وقتی که از این قیمت ذاتی خیلی فاصله میگیره و این رو معمولا آدم نگران حباب قیمت میشه، یعنی قیمت به رقمی رفته که بیش از ارزش‌های نقدی است که در ماه‌های آتی ایجاد می‌کنه، یا حاصل انتظارات مثلا مردم. امروز اگر یک شرکتی با روسیه کار می‌کنه در ایران، چون که روسیه حالا جنساشو بود از ایران هم بیاره و بفروشه و به خاطر تحریم و اینا، ممکنه بگه خب قیمت سهم این بالا میره و شروع کنه بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه، بدون اینکه هنوز ما با روس‌ها کاری کرده باشیم، شروع کنه به قیمت سهام رو بالا بردن. خب روسیه با ما توافقات قبلی هم داشته ولی خب عملکرد نداشته، حالا الان هم یه قرارداد جدید نوشته و ممکنه عملکرد بازم نداشته باشه، ولی یه نفر حرکت میده قیمت سهام رو میبره بالا. بالاخره اونایی که توی کسب و کار هستن گرایش دارن به این که برای خودشون انحصار ایجاد کنن، دنبال این هستن که قیمت رو بالا ببرن و هر کسی که بتونه، چه در یه مغازه چه در بورس، سعی میکنه که بله جنسشو گرونتر بفروشه. این خیلی طبیعی است که این کارو بکنه و من فکر میکنم که حقوق برای کسانی که این صدای من رو و تصویر من رو دارن، شاید ساده ترین تعریف این باشه که ما وقتی که قیمت ها خیلی تند میره، با سرعت افزایش پیدا میکنه، در کارخونه که اتفاق عجیبی نیفتاده، در بازار هم اتفاق عجیبی نیفتاده، مثلا خریدارا که دو برابر نشده که قیمت دو برابر میشه، پس چرا یه همچین اتفاق؟ در این شرایط میگن که این سهم دیگه خیلی تند داره میره. وقتی کل سهام تند برن به خاطر اینکه پول زیادی تو بازار اومده و جنسی نیست، سهامی نیست، در اون شرایط بازار میتونه در کلیتش حبابی باشه، ولی در بازارهایی که پیشرفته تر هستن و مقامات ناظرشون نظارت های قوی تری دارن، معمولا همه سهام تون نمیرن. بله در امریکا هم داشتیم که در دهه 20 و در دهه 30 و اینا حرکت های عجیب غریبی شد در قیمت سهام، یا در ژاپن در دهه 70 و 80 خیلی سهام رفتن و به بحران بزرگ خوردن دیگه. بنابراین هر نوع بالا رفتن قیمت های شدید، پایین اومدن شدید هم داره.